برنامه خدا سلام بر شما و برنامه نگرش خوش آمدید اصلاح نظام انتخاباتی یکی از خواستای اعلامی همه از شورای ملی تا حکومت و شهروندان است اما شورای ملی فرمان رئیس جمهور را که به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی فرستاده بود به شورای ملی آن را رد نمود. گفته می شود حکومت هم برای اصلاح نظام انتخاباتی میل آنچنانی ندارد. مردم افغانستان میگوید که به خاطر حل بنبست اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان باز هم نیاز به جان کیری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا است تا این بنبست را حل نماید. پیرامون این موضوعات بعض داریم در برنامه شب نگرش من مصطفی فیزی است و مهمانان من در استودیو آقای آصف آشنا فعال سیاسی و سی. آقای یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلان افغانستان مهمانان گرامی سلام به برنامه خوش آمدید آقای آشنا میخوایم بحث با شما آغاز کنیم آیا اراده سیاسی برای اصلاح نظام انتخاباتی در نزد حکومت مردان افغانستان وجود دارد یا خیر؟ شکر با درود به شما جناب رشید و مردم افغانستان. وقتی در مورد انتخابات و مسئله برگزاری انتخابات حرف بزنیم، اساسی ترین مسئله وضعیت سیاسی هست و نگاه سیاسی رهبران به انتخابات و نداشتن یا عدم تعهد سیاسی رهبران به مسئله انتخابات هست. بل. من بارهای بحث مطرح کردم ولی یک بار دیگر میخوایم مطرح بکنیم که ما در افغانستان حداقل وقت بحث انتخابات مطرح میشه میشه دو طیف از رهبران سیاسی را میتونیم دستبندی کنیم یا حداقل دو نوع نگاه به مسئله انتخابات رو. یک نگاه سیاسی در افغانستان یک سنف از سیاسیون افغانستان یا یک مجموعه از سیاسیون افغانستان بله. کسان هستند که از روند های دموکراتیک در افغانستان میترسند و میهراسند نه تنها تعهد ندارند بلکه بسیار آگاهانه روند های دموکراتیک را آسیب میزنند و دموکراسیتیزمی کنند عملا یک تیف دیگه دوم رهبران سیاسی یا سیاستمداران افغانستان کسان هستند که حداقل در حد شعار دنبال برنامه های دموکراتیک بودند و آیا که تعهدش پشت مسئله حمایت از انتخابات در کجای کار است یک بحث دوم حداقل در 13 سال گذشته چندین تا انتخابات که برگزار شده این دو سنف ای که حامیان روندهای دموکراتیک یا انتخابات و مخالفین روندهای دموکراتیک را میتونیم بندی بکنیم آقای یاشتن دیگر هم باید در نظر داشته باشه ما را اون دو تیف آمدن یک نظام جور کردن حکومت وحدت ملی را بالاخره نمی دو تیف ایجاد کردن دقیقا کدام تیف از انتخابات و از دموکراسی حراز دارد و تیم دیگر که حالا حداقل در سیاست های اعلامیشان انتخابات و موضوعات دموکراسی از کدام هست مشخصن. مشکل این بحث انتخابات بحث به این دلیل میگم این دو تیف است که خب مردم افغانستان در تمام انتخابات جایگاهش مشخص بوده مشارکت سیاسی مردم افغانستان واضح بوده و اعتبار روندهای دموکراتیک مشارکت سیاسی مردم بوده بله. نه تعهد سیاسی رهبران تجربه 14 سال گذشته میگه که جریان‌هایی که در رأس قدرت بوده و ارگ ریاست جمهوری را در اختیار داشتن اینا جریان های سیاسی هستند که با رفتار خود با کنش سیاسی خود ثابت کردند و به اثبات رسیدند که اینا به دموکراسی نه باور دارند و نه تعهد دارند چی در دوره 13 سال حکومت داری آقای کرزی و چی در دوره حکومت وحدت ملی و حضور آقای اشرف غنی در در ریاست جمهوری تقسیم بندی را که شما کردید رهبران با مردم هستند یا اینکه رهبران با رهبران من وقتی میگم که مشارکت سیاسی مردم اعتبار روندهای دموکراتیک بوده در 13 سال گذشته بحث مردم جدا است من. مشکل افغانستان مشکل رهبران است یا مشکل الیت سیاسی است همیشه وقتی نوبت به مردم بوده مردم آمدن تصمیم گرفتن رأی دادن و وقتی نوبت به رهبران آمده رهبران آمدن, رحبران آمدن، مشکل خلق کرده بحران آفریده و به مفهوم سریح کلمه گن زدن به سرنوشت جمعی ما حالا هم حکومت وحدتی ملی چگونه شکل گرفت مردم میفهمند پس از بحران انتخاباتی زیر یک سقف حد که یک سری تعهدات داشت در پانزه شونزه ماهی که از حکومت وحدتی ملی میگذره تا هنوز یکی از ماده های توافقنامه سیاسی اجرا نشده و عملی نشده جدی ترین تعهد حکومت وحدت ملی ایجاد حکومت وحدت ملی متفق سیاسی بود قطعا جدی ترین تعهد رهبران در قبال تعهد سیاسی و توافقنامه سیاسی و جدی ترین دستور الزامی توافقنامه سیاسی اصلاح بنیادین نظام انتخابات بود به دلیل اینکه اعتب... اعتبار انتخابات دوباره برگرده اعتماد مردم افغانستان جلب و بالای روند های دموکراتیک و در بیرون هم کشورهای حمایت کننده که از روند های دموکراتیک در افغانستان حمایت میکنه اینا دوباره حمایت های سیاسی و مالی بکنه از انتخابات تا ما بتونیم سرنوشت سیاسی را با اتکا و با توسل به روند های دموکراتیک به پیش ببریم متاسفانه در این مدت نه تنها تعهد نبود که دستور الزامی توافقنامه سیاسی به عنوان قانون اساسی حکومت وحدت ملی در بحث انتخابات به اجرا گذاشته شد بلکه بسیار آگاهانه حساب شده پروسه های دموکراتیک آسیب زده شد از طرف هر دو تیم از طرف تیم ارک به دلیل که جناح ارک به لحاظ سیاسی به لحاظ کنش سیاسی به لحاظ ذهنیت و تفکر سیاسی جناه دموکراسی ستیز هستند و اینا فکر میکنند که اگر در افغانستان وضعیت به طرف ثبات نسبی بره به طرف صلح بره به طرف دموکراسی برن و افغانستان یک مسیر را طی بکنه که در اونجا اراده سیاسی مردم افغانستان تعیین کننده باشد اینا دیگه باختن و دیگه در رأس قدرت نیست ما دیدیم که انتخابات 93 را یک و نیم سال پیش از برگزاری انتخابات اینا توتعه کردند و سناریوی تقلب و کودت های تقلب را در انتخابات 93 چندن اصلاحات انتخاباتی به موقعش برگزار نشد توافقنامه سیاسی میگه بلا فاصله پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در نتیجه عدم اجرای اصلاحات انتخاباتی پارلمان افغانستان مشروعیت خود از دست داد امروز ما یک پارلمان نداریم که به لحاظ قانونی جایگاه مشروعیت حقوقی شه به جای خودش باشد یک پارلمان حقوقی داریم اعضای و مجلس یه مجلس میگن که ما بر اساس قانون اساسی افغانستان اونجا مشخص شده پس از انتخابات پارلمانی او زمان را قید میکنن وقتی پنج سال پوره شد دیگه مشروعیت حقوقی و قانونی اونجا. تمام میشه اشاره پارلمان وارد سال ششم شده و شش سال را قانون اساسی افغانستان پیش بینی نکرده اما اونو اونو قانون اساسی افغانستان حالا انتخابات برگزاری انتخابات پارلمانی ها مشخص شده پس از برگزاری انتخابات پارلمانی پارلمان جدید به فعالیت خود آغاز میکنه مسئله همین است که در نتیجه عدم ادعای, ادعای اونها سیاسی از او ادعای اونا ادعای توجیهی است نه ادعای که به لحاظ بحث های حقوقی قابل دفاع باشد مهمی است که عدم تعهد سیاسی تیم ارک و ضعفی که شریک قدرت ارگ جناح ریاست اجرایی در بحث اصلاحات انتخاباتی نشان داد متاسفانه ما 16 ماه زمان را از دست دادیم در نتیجه از اصلاحات بنیادین اجرا نشد در بحث انتخابات بله پارلمان ما نامشروع شد و امروز ما یک پارلمان ضعیف و نامشروع داریم که همسرنوشت است بحث مشروعیت پارلمان همسرنوشت شده با بحث مشروعیت حکومت وحدت ملی از منظر قانون اساسی با. بنان بحرانی که اجارتا ما در پیش رو داریم در قبال مسئله انتخابات و بحث اصلاحات انتخاباتی ای یک بحران سیاسی هست این بحران سیاسی را بسیار حساب شده و بسیار مهندسی شده برای یک بازی سیاسی تیمی سمتی و یک بازی بسیار کثیف مردار تباری در نزد تیم ارک وجود دارد حالا یک چیز را باید آشنا در نظر داشته باشیم که حکومت وحدت ملی متشکل از دو تیم است انتخابات 93 برنده نداشت حالا آمدن با هم حکومت وعدت ملی انتخابات 93 برنده داشت خب دخیان روزه که تقای نورستانی اعلان کرد چون این چیز را گفتن انتخابات 93 برن برنده داشت رأی مردم افغانستان در انتخابات 93 مشخص است در تاریخ سیاسی افغانستان درج است هیچ قابل این کار آه. نیست حالا حکومت وحدت در... ملی 50 50 تا ما نباید شد... مطرح کنیم که انتخابات این دیده آقای, برنده آقای نورستانی بچون این چیز را آقای نورستانی بیان کرده بود آقای نورستانی ببت. اشتباه کرده مورد حکومت یا هر ریاست جمهوری شما از عدم تعهد سیاسی تیم ارگ اشاره کردید چیز دیگر هم باید در نظر داشته باشیم که این حکومت وحدت ملی 50 50 تقسیم شده حالا مسئولیت 50 درصد حکومت وحدت ملی چی می شود ارگ عدم تعهد سیاسی دارد 50 درصد حکومت در ریاست اجرایی چه نوع تعهدی دارد ریاست اجرایی ما یک مقطع کارمندش بودم بله. و یک مقطع دیگه که حال نیستم دو سه ماه اخیر دارم که چی میکنن حداقل در بحث اصلاحات انتخاباتی در حد موزی گیری های رسانه ای و جنجال های در اون تیمی پارلمان افغانستانی رو میفهمد جامعه مدنی افغانستان میفهمند نهادهای ناظر بر, بر انتخابات میفهمند که موزه ریاست اجرایی در قبال بحث اصلاحات انتخاباتی مشخص بوده هم در زمانی که من به عنوان معاون سخنگو اونجا کار میکردم من... هم بعد از او اما قاطعیت جدیت لازم برای ایستاد شدن به پای عملی کردن و اجرا کردن بحث اصلاحات انتخاباتی متاسفانه وجود نداشته ناگذیری های اونا داشتن که باید خودشون توضیح بدهند. پس حرف با عمل تعهد بوده ولی قاطعیتی که ایستاد شده و به عنوان خط قرمز ترسیم کنه و از این خط قرمز اجازه نده که طرف مقابلش عبور بکنه چنین اراده چنین قاطعیت چنین جدیتی نبوده حالا در اجازه بدین دو من یک از شما از منصب من بالاخره چوکی معاونیت سخنگوی ریاست جمهوری شما استفاده دادید اون قاطعیت و جدیت چرا در ریاست وجود نداشت قبل از سه ماه خب استدلال که نزد رئیس اجرایی هست اینکه خب کار سیاسی با صبر و حوصله اینا میشه اینو هست ناگذیری ای کلانی که داره خب اگر با همون لجاجته که در ارگ ریاست جمهوری در قبال بحث های دموکراتیک وجود داره اینا هم استاد شون است حداقل استدلال شانی است که خب ما به بنبست سیاسی مواجه میشیم و بنبست سیاسی افغانستان افغانستان ممکنه به بحران ببره و به وضعیت قرار بده که در شب و روزهای بحران انتخابات ما تجربه کردیم اما در این مورد بگذارید من چند جمله دیگه اضافه بکنم که اگر ریاست اجرایی به با باور اگر ریاست اجرایی قاطعیت لازم در قبال بحث اصلاحات از خود نشان نده بحران احتمالی یا بحران سیاسی که در چند قدمیش ما قرار داریم ما را غافلگیر میکنه افغانستان را غافلگیر میکنه و بخش هم پنجا 50 پنجایی که شما میگین پنجا در سری از تقصیره که در نتیجه بحران سیاسی که خلق میشه متوجه ریاست اجرایی است انتظار ما این است که رئیس اجرایی قاطعیت لازم را به اجرا بگذاره و اجازه نده که بیش از این یک طرف تصمیم بگیره و هر تصمیمی که خواستن با افغانستان بازی بکنه به خاطر که مردم افغانستان میفهمه که بر به پاس هم شعار پنجا پنجا انتظار پنجا پنجا و مسئولیت پنجا پنجا هم در تشکر. کار هست آقای رشید واقعا عدم تعاود سیاسی در نزد تیم ارک وجود دارد یا در کل حالا در حکومت و ملی تشکر در از دو تیم است <تصفح> تشکر به نام خدا و با هر سلام خدمت شما آقای اشنا و همچنان بینندگان محترم تلویزیون خب در کل ما ببینیم که فاصله بین تعهد و عمل موجود است در نزد حکومت وحدت ملی و زمانی که حکومت ایجاد شد ما اگر سلسله وار مراجعه بکنیم با مصاحبت ها و بینش ها و بالاخره موقف هایی که اتخاذ شده در بحش اصلاحات انتخاباتی به نتیجه میرسیم که واقعا تعهد موجود نیست پیش از ایجاد حکومت وحدت ملی ای بر مردم واضح است که خب اصرار و تاکید سر اصلاحات انتخاباتی از تیم اصلاحات همگرایی بیشتر نقش داشت و زمانی که این شامل چارچوبه متحد ملی ملیش تعهد و یا امو موافقتنامه سیاسی بین هر دو تیم شد این تعهد مشترک شریکای قدرت است و حکومت است که باید او کار میکردن و امو تعهدات خود در حد اجرایی ساختارش حالا پس نمیتونیم یک طرف حکومت وحدت ملی را یا 50 درصد حکومت وحدت ملی را ما از آنها براحت خب ما نمیتونیم بس یک بخش معلومات بسازیم و بخش دیگر سلامت بسازیم گفتیم که تعهد مشترک شد زمانی که تعهد مشترک شد ما اشاره کردم که دقیقا بحث موقف ها و بینشها ها متفاوت بود اما به این نمیتونه که ما باید با که خب یک بخش مکمل معلومات و بخش که سلامت است باید بخش دیگه هم در قسمت کار میکرد باید امو فشارهای لازم سیاسی خود باید به کار تا اینکه امروز ما یک نتیجه معقول در بحث اصلاحات انتخاباتی می داشتیم نه. 16 ماه از عمر حکومت میگذره ولی ما هنوز هم تکرار در تکرار صحبت های را بالاخره در مطبوعات میپیچیم که اصلا برای مردم دیگه خوشایند نیست اگر واقعا بخشی که مربوط به ریاست اجرایی میشه زمانی که در پارلمان یا شورای ملی افغانستان کارتای رو بلند میشد ما دقیقا ناظر صحنه بودیم که بالاخره همکارا و حامیایی که مربوط به تیم اجرایی میشد در ریاست اجرایی میشدن که حداقل و کارتای سبز خود بلند بکنن بله و یاد داره فقط دو تن از وکلا یا یک تن از وکلا کارت سبز بلند کرده بله همه کارت سرخ بنان این نشانه از این است که واقعا در بحث اصلاحات انتخاباتی اعتماد سازی کامله که بتوان موافقت پروسه را تضمین بکنه به وجود نامد اول خود دو رهبر و دو جناح قدرت در بین خود با یک فضای که بتوان این پروسه موفق بسازه نایل نشدن بله. جدا از حکومت با پارلمان افغانستان با سایر نهادهایی که در بحث داخل بودند همکاری لازم صورت نگرفت لابی مشخص به وجود نامد حداقل اگر امی حکومت ریاست جمهوری ریاست اجرا در پارلمان افغانستان کار میکردن دادخواهی میکردن و لابی میکردن هم همیان خود تشویق میکردن که بالاخره اگر بسیار علاقمند نیستن که گزینه تایید سرش بحث بکنن حداقل گزینه تعدیل روی کار میگرفتن مواردی که بودن که بخ... اضافه میشه در بحث اصلاحات کوتاه مدت ما هم علاقمند بودیم اما متاسفانه که کارت های سرخ زمان که بلند میشه سوال های متعدد به وجود آمد از جمله ای که چرا هر دو تیم نخواستن و چرا کار نکردن داخل شورای ملی که این بحث با موفقیت می انجامید از لحاظ شکلیات از لحاظ تشریفاتی درست است که یک سلسله کارهای صورت گرفت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باز بعد از بسیار فشارهایی که از طرف جای مدنی و بالاخره نهادهای بین المللی این صورت گرفت ایجاد شد دوج هم یعنی ما منظره زیر داشتیم که علاقمندی و ادب علاقمندی روی افراد روی چهره ها و ای به وجود آمد روی روی ماموریت کاریشان که میسون جا شد باز با چقدر تاخیر کار خود آغاز کرد با بعض تغییرات و بالاخره بعد از اینکه یا ای امو برسه خود انجام میتن میارن به های پیشنهادی خود برای حکومت فرمان صادر میشه ولی بعد از سه ماه چهار و کوبیزی گزینش ایجاد میشه بدون کوم دلیل و ای که بسا بحث مخالفت بین جای مدنی را شکل سو داده میشه سمت سو داده میشه این خودش برای ما سوال برانگیز است میتونیم بگوییم که هیچ اراده ای آنچنانی در نزد دولت مرد، حکومت مردان افغانستان حالا وجود ندارد اگر اراده موجود می بود امروز شما با قاطعیت براتون گفتم میتونم که امروز شما نتیجه می کمیته گزارشتون با عملا با یک بن بس از کارشان شما در قسمت ساختارهای انتخاباتی اصلاحات ندارین شما در قوانین اصلاحات ندارین هنوزم بحث و چی ما شما صحبت های ما شما است که بالاخره چی باید صورت بگیره فرمان باید صادر و کمیته گزینش کار شده پیدا بکنه اما به عنوان محصول و نتیجه چیز نداره فقط کارهای سم... اما شکلی و سمبولیکی بود که صورت گرفته اما از لحاظ محتوایی و از لحاظ نتیجه و از لحاظ اقداماتی که بالاخره امروز ما عملا روی از مکس داشته باشیم متاسفانه که موجود نیست به خاطر حل بنبست حالا کار کمیته گزینش باز هم نیاز به جانکیری است حرف را که مردم افغانستان بیان میکنه البته تعدادش اگر به می شکل و بامی با می و سلسله ما پیش میریم دقیقا که ما نگرانی زیر دارم که ما دستوارت های دهی گذشته و چند ساله رو که در بحث دموکراسی آزادی بیان انتخابات و حقوق به ها و زنان و دیگرها در, در عرصه سیاست و مسائل مدنی و دموکراتی داریم شاید ما روز به روز رو از رو بتیم قانون اساسی ما در حالت قرار میگیره که بالاخره ما بیشتر سر صحبت شد که پارلمان افغانستان در کدام حالت دست می برد زمانی که یاز رخصتی زمستانی خود میان با کدام عنوان بالاخره یا کار خود آغاز میکنن عملا نمیال دو اپوزیسیون ایجاد شده روی اصلاحات و روی برگزاری انتخابات تاکید میکنن حتی یکی از جبهه ها روی برگزاری انتخابات زودنگا به ریاست جمهوری میکنن بدون فشار ها روز به روز زیاد میشه و بالاخره حکومت شاید ظرفیت از داشته که دوباره اما سطح پاسخگویی خوده در حد داشته باشه که قناعت جناح های سیاسی را فراهم بکنه و از لحاظ برای مردم افغانستان تعهدات که داده بودن نه تنها در سیب انتخابات و اصلاحات انتخاباتی بلکه در سایر عرصه ها اینال من حیث حکومت مسئول یا باید برای مردم از دستاوردهای خود باید حساب بکنن نه اینکه دو سال از عمرشان طی میشه و هنوز هم کارهای را که باید با... ساده خانه بگوین آیا در عرصه انتخابات و اصلاح, اصلاح نظام انتخاباتی به خاطر برگزاری انتخابات دموکراتیک و شفاف و عادلانه قدم تا کنون برداشته شده؟ از لحاظ شکلی و سمبولیکش بله ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد کمیته گزینش صدور فرمان و بالاخره حداقل با کمیته گزینش کارش با مشکل مواجه شد پس گفتم که از لحاظ شکلی بعضی کارهای اول از لحاظ محتوایی و از لحاظ عملی ما هیچ چیز نداری که سرش بحث بکنیم متاسفانه و در حالت صفر قرار داریم پس چرا میخوان حکومت مردان حالا بر روی مردم بکشن آیا چیزی دارن برای کشیدن به بر مردم خب شاید او از از صحبتایی که ما اراده داریم متحد داریم و بالاخره کار میکنیم از این قبیل صحبتای داشته باشیم اما مردم ای ای آیا از این گونه حرفا کراده داریم تعهد داریم بالاخره میخوایم در آینده ای نزدیک از این گونه حرفا خسته نشدن خسته بلکه حتی مایوس شدن و حتی باور ندارن و نمیخوایم که حتی متوجه نام انتخابات بشنوان به خاطر اینکه ما یک مفهوم درست را از انتخابات و اصلاحات انتخاباتی برای مردم ایران نکردیم هنوز ام فضای لازم را برای اعتماد سازی ما ایجاد نکردیم هنوز ما صحبت از حرف و عمل داریم حرف داریم و شعار داریم و آن که به مربوط به عمل میشه متاسفانه که ما چیز نداره که برای مردم بگوییم که اینی مسائل عملی است و حداقل برشون این که که اصلاح ما آری از تقلب خواهد بود شفاف خواهد بود و قابل پذیرش خواهد بود تا اینکه ما یک سلسله اقدامات عملی را سشکار بکنیم و بالاخره آخر بر مردم باز مراجعه بکنیم بله. و شما هیچ نوع اقدامات عملی تا کنون صورت نگرفته نمیتونیم یک طرف ملامت بگیم طرف دیگر سلامت اگر طرف سلامت کار میکرد بالاخره حداقل کسانی که در انتخابات کمپاین کردن و کلا کمپاین کرده بودن کارت خود را بلند میکردن کارت سبز خود چه شد اونها؟ البته بحث اینکه نمایندگان پارلمان همش کارد سرخ بالا کرد فقط دو سه نفر کارد سبز بالا کرد یک بحث جدا فردی هست 80 درصد از نمایندگان شاید بیش از 80 درصد نمایندگان کنونی بهم. به گونه وکالت کرده از طرف مردم که خودشان میفهمد در انتخابات بعدی اگر کاندید کنن رای گیرن به پاس منافع فردی و شخصیشان اجازه بدید اجازه, اجازه بدید من اجازه در, در ها در اجازه اشتراک کرده بودن که اونها برای بار بعدی رای بگیرند. اجازه اجازه بدید من این بحث را تبیین بکنم بفرمایید بیش از 80 درصد نمایندگان پارلمان به گونه وکالت کردند در همین دور که خودشان میفهمند که اگر در انتخابات پیش رو برگز... وقت برگزار شود دوباره کاندید کنن رای نمیگیرن یک یک گزینه اجازه اجازه بدید من اجازه میدم رو... پرادکس رو باز کنم اجازه میدین من 80 20 درصد که میگم اجازه, اجازه میدین می دین... بز... بز... می که من بس تبیین بخرم شما حوصله کنین 80 درصد یا بیش از 80 درصد با گونه وکالت کردن که خودشان میفهمند در انتخابات پیشرو اگر دوباره کاندید کنن رای نمیگیرن گزینه دوم یک مجموعه دیگه از نمایندگان پارلمان که شامل این 80 درصد نمیشه کسایی هستند که مخالفت های شخصی داره با ارگ ریاست جمهوری اینا خواستن فقط رد کنن تا حیثیت نداشته رئیس جمهور رئیس غنی را بیشتر آسیب بزنن یک گزینه دوم سوم کسانی بودند که در هماهنگی با ارگ ریاست جمهوری تلاش کردند که این فرمان رد شود تا مبحث اصلاحات انتخاباتی به بست بخوره بله یک بازی بسیار گسترده انجام شد در درون پارلمان کسان بازی شخصی کردن کسای بازی سیاسی کردن و فرمان رد شد بالاخره نمایندگان در درون پارلمان کار نکرد که به سلامت انتخابات و به سلامت روندهای دموکراتیک باشه آیا ای, ای شد یا خیر حالا پیج باشش... از طرف پیجا سلامت بود خب بنوزن... لابی شد ولی لابی نتیجه نداد به خاطر ما پارلمان حزبی نداریم کسانی که در پا... کرسی‌های های پارلمان کنونی ما در پارلمان کنونی ما ششته در مجلس نمایندگان اینا افرادی هستند که به عنوان فرد کاندید شده به عنوان فرد رای گرفته ما بحران مسئله است که من وقتی میگم یک ایده از, ر... از, یک تیف از سیا... سیاسیون افغانستان از دموکراسی از روندهای دموکراتیک از نهادهای دموکراتیک میترسن بسیار منطق دارد شما دیدین در 13 سال گذشته چه کسانی مانع حزبی شدن پارلمان بود به همین دلیل یک بخش از مسئله رد شدن فرمان اصلاحات انتخاباتی منهایی که بحث حقوقی باشه بازی سیاسی بود که به پاس منافع فردی در درون پارلمان صورت گرفت بعد. اما این هیچ وقت به این معنا نیست که هر دو جناح حکومت وحدت ملی تقصیرشان منتفی میشه در حکومت وحدتی ملی یک دسته جناه ارگ ریاست جمهوری جناه دموکراسی تیز هست روندهای دموکراتیک را از اساس و بنیاد میزنه امور رقمی که آقای کرزای زد در 13 سال گذشته دموکراسی سیتیزی کرد نهادهای دموکراتیک را خلع مشروعیت و خلع اعتبار کرد حتی انتخابات شورای ولسوالی را برگزار نکرد اما در زمان آقای کرزی ما ریاست اجرایی نداشتیم چون... که بالاخره 50 درصد از دیگه, دیگه بودیم بل. حالا در زمان حکومت وحدت ملی جناح عرق دقیقا کار را میکنه و بسیار وحشتناکتر از کرزی دموکراسی ستیزی میکنن جناح ریاست اجرایه یک تعهد در باب چانزنی های سیاسی در قبال اصلاحات انتخاباتی داره اما یک قاطعیت عملیه که استاد شود این تعهد را به اجرا بگذاره و بر مردم افغانستان تثبیت بکنه که چنین تعهد واقعا نزدشان است چنین قاطعیت متاسفانه اما رشید گفت که تعهد اراده تا... این گونه, چنین تا... با این گونه چنین مردم افغانستان از این گونه حرفا با... خسته شده و واقع... تا نمیخواد نام انتخابات را چنین قاطعیتی برای تثبیت این تعهد متاسفانه تا هنوز نبوده من پیشترک گفتم که باید این استادگی لازم صورت بگیره. باد. حالا ما در یک وضعیت قرار داریم که پنج شش ماه دیگه تا پایان زمان توافقنامه سیاسی نمانده در درون در بیرون ایالات متحده آمریکا که یکی از عاملین وضعیت کنونی ما است در انتخابات 88 هم جان کری می دست رو بالا میکنه خلاف اراده سیاسی مردم افغانستان و خلاف رأی مردم افغانستان در انتخابات 93 هم بالاخره جان کری می با یک نسخه دیگه با یک خیمه دیگه غنیر خلاف دستور اراده سیاسی مردم افغانستان خلاف دستور توافق نامه دستور ماده چهارم قانون اساسی به کرسی ریاست جمهوری می همه ایالات متحده آمریکا حالا یک صدایی بلند کرده که در سال 2016 افغانستان به بحران سیاسی مواجه میشه معنی با. بحران, سیاسی که ایالات متحده آمریکا عالی ترین مقام های امنیتی و استخباراتیشان از این حرف میزنه او پایان زمان دو ساله حکومت وحدت ملی است اگر اصلا... خب ما زمان بندازی کافی از دست دادیم این بحران سیاسی یا سقوط سیاسی به صورت تا چند ماه گذشته به صورت یک احتمال مطرح بود حالا به عنوان یک امر تقریبا محقق شده در پیش روی ما هست مردم افغانستان با یک بحران سیاسی مواجه است رهبران حکومت وحدت ملی با بحران سیاسی مواجه است دولت بیرون از حکومت هر سه قوای که ما داریم در کل سامانه به نام دولت در افغانستان با بحران مشروعیت و بحران سیاسی مواجه است جریان های اپوزیسیونی هم که زیر نام شورای حراست و ثبات و شورای نمیفهمم افغانستان نوین نوی نام که برگزار ایجاد شدن یا اعلام موجودیت کردن هیچ کدام نام یک طرح مکتوب قابل قبول یا حداقل مش جدایی که قابل قبول باشد یک طرح مکتوب که حدود و صغور و مشخص باشد برای عبور از بحران احتمالی تا هنوز ارائه نکردن آقای آشنا، حالا بازم بر بالاخره به با بنبست رسیدن کار کمیته گزینش بیاییم باز هم به خاطر حل کار کمیته گزینش و بلاخره این بنبست کمیته گزینش نیاز به جانکیری است و آیا اون ظرفیت حالا در نزد دولت مردان افغانستان وجود دارد که این بست را حل کند؟ نیاز به شعور، شرافت و اخلاق سیاسی در نزد رهبران است آیا شعور شرافت و اخلاق سیاسی در نظر رهبران کنونی در حکومت وحدت ملی وجود دارد تا اینجا کار که ما ندیدیم بله تشکر آقای آشنا میمانه اینکه که فرمان تقنینی در خلیه رخصتی زمستانی پارلمان صادر میشه یا نمیشه حالا اگه چنین چیزی صادر سفر... شد ما میتونیم یک گام دیگه به پیش بریم اما فهم و اطلاعات و ارزیابی که من از وضعیت دارم این بحران ادامه پیدا میکنه و بحران سیاسی یا سقوط سیاسی که مقام های امنیتی ایالات متحده آمریکا ازش حرف زده او دامان ما رو که ما خیلی چطور خیلی از او عبور میکنیم هنوز یک معذله هست که نمیشه در موردش حتی تصور کرد بیننده های عزیز وقفه داریم پس از وقفه برنامه نگرش همچنان نمید. برنامه برنامه نگرش خوش آمده تا رشید ترگاه نظام انتخاباتی افغانستان بلاخره اصلاح نشود فکر میکنید که چه پیامت هایی را برای افغانستان داشته میتونه خب بدون شک که پیامت هایشان بسیار خطرناک است بخصوص در انتخابات که ما پیشوی داریم انتخابات اولیسی جرگه و همچنان انتخابات شورای اولسوالی از یک طرف شما با یک تعداد کثیر از کاندیدا مواجه هستین تعداد ما زیاد میشه تقریبا در حدود 35 حوزه انتخاباتی برای روسیه داریم یک حوزه برای کوچی ها و متواقی هر ولایت یک حوزه انتخاباتی است اگر به شکل حوصت باز هم ما نظر به موریکاری که در انتخابات گذشته در قسمت تعداد کاندیدا داشتیم شاید در حدود بیشتر از 3000 و در حدود نزدیک به 4000 کاندید داشته باشیم سطح پذیرش نتایج انتخابات بسیار مشکل خواهد بود که کاندیدای بازنده نتیجه انتخابات قبول بکنند آقای رشید انتخابات برگزاری انتخابات مرحله بعدی است هرگاه نظام انتخاباتی افغانستان اصلاح نشود فکر میکنید کمک مالی جهانیان برای افغانستان صورت یعنی من سر دیگه شام. دوم در قسمت اشتراک مردم بسیار بحث اساسی است که زمان که اعتماد موجود نبود خود اشتراک مردم معنای نداره و شاید ما حضور بسیار محدود و مشارکت محدود مردم در پروسه انتخابات داشته باشیم و هم به اساس بسیار سعی و فشارهای که از کاندیدا و بالاخره آگاهی و میکسرات داخل مردم تشویق میشن و بسیار محدود خواهد بود در قدم بعدی تق... طبیعتا که مسئله تمویل پروسه از لحاظ مالیش از طرف جهانی که مشروط شده قبلا از طرف که تا زمان که انتخاباتی به وجود نمیاد نمیخواین نمی که پروسه انتخابات افغانستان کمک بکنن از لحاظ تکنیکی ما مشکلات خود داشته و نیازمند کمک ها و ادامه امو معاونت جامعه جهانی در قسمت هستیم در پهلوی او ما بتونیم که بالاخره از سر انتخابات شورای ولسوالی هم مکس داشته باشیم که انتخابات شورای ولسوالی تجربه جدید از برای افغانستان ما اگر در حدود 400 از انتخاباتی رسش فکر بکنیم بنا تعداد کاندیدا جات خواهد بود از لحاظ مدیر ما با مشکلات مواجه خواهد بودیم مسئله شکایات اعتراضات رسیدگی به او یک بحث بسیار جدی خواهد بود در کل میتونیم بس که اگر ما بدون اصلاحات به طرف پروسه انتخابات میریم یعنی ما منتظر پیامات های ناگوار ازی بالای پروسه انتخابات باشیم و این میتونه که به مراتب ما را با, با مراحل دشوارتر از انتخابات ریاست جمهوری سیزن موجب و این میتونه که تاثیرات بعدی از او روی مشروعیت و روی برگزاری انتخابات جمهوری هم ممکن باشه و این میتونه که یک تجربه بسیار ناکام و تلخ بر افغانستان در قسمت تمرین دموکراسی و رفتن به انتخابات و از قبیل مشارکت مردم ما را مواجه بسازد بله. اصلاح نشدن نظام انتخاباتی افغانستان چه می میتوند بر روابط سیاسی سی افغانستان با جامعه جانی داشته باشد؟ بدون شک زمانی که ما روی مسئله انتخابات بحث میکنیم آه. مشروعیت داخلی از او یا ملی از او همچنان مشروعیت بمیلالی از او است تا زمانی که ما نتانیم واقعا هم انتخابات خود بساس ها و هم های که باساس میرای بین قبول شده او ریار نکنیم طبیعتا که ما در قسمت کمک های جامعه جهانی در قسمت حیثیت و اعتبار نظام و در در ساحه بین این میتونه که ما شما رو با چالش های بسیار موجب ساز از لحاظ رعایت حقوق و اساسی شهروندان ما ما ناگزیر هستیم که خواهی نهایی باید سر اصلاحات انتخاباتی با جدیتش با صداقتش و با یک تعهد امتو بسیار راستین کار بکنیم تا هم از شرمندگی و خجارت که باز هم نصیب از این کشور که ما امیدوار هستم و از خداوند میخواییم که باز هم نصیب از کشور نشه که باز هم با او شرمندگی و خجالت مواجه نشه و این را ثابت بکنیم که افغان ها اگر ناکام میشن دیگر اما این ظرفیت دارن که بالاخره برایندی خود کار بکنن و باز هم خود از ناکامی نجات بدن اشاره شما از افغان رهبران سیاسی یا سی سی مردمش نه خیل. مردم بسیار امتوب... مشتاقانه امتیان خود دادن و میلیون ها مردم آمدن قای رای با وجود تهدیدات با وجود نامورای مایه که در, در, در کشور موجود بود آنها اشتراک کردن و بالاخره امتحان خدا دادن و بسیار کامیاب برامدن نه. اما در عرصه سیاسی در سطح کلانتر ما بدبختانه که مشکل داشتیم و هم اگر به این شکل پیش مریم طبیعتا که از این بابت مردم ما متاثر میشن پروس های ما متاثر میشن و من حیث یک ملت ناکام در جامعه, در جامعه جهانی ارزاداب خواهد کردیم و اما قسم در فساد مقام بلرنده داریم هم قسم در 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 بیکاری و بالاخره در م... در قاچاق مواد مخدر اما خصوصا در انتخابات و در قسمت مسائل ب... ب... دی که در قسمت تعمیم حقوق شوندی ما شما را ب... 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 نمایش میگذاره هم ناکام بودیم ولی این که صاحب مدن انتخابات نوادسی یک ریکار جهانی را در قسمت تفتیش در صد و بالاخره اما گستردگی ب... مسئله که باعث بحران با شد در این انتخابات ایر به نمایش گذاشتیم داریم ولی اگر بی به شکل متواتر و هم به تمرین گرفته میشه و به نمایش گذاشته میشه طبیعتا که ما شاید یک لقب کلان را در قسمت انتخابات هم کسب بکنه در سه جامعه تشکر آقای آشنا حالا کابینه افغانستان طرح تعدیل قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی را تایید کرده است و گفتم میشود که رئیس جمهور افغانستان قرار است یک فرمان هم صادر کند و او را بالاخره به با مجلس نمایندگان یا شورای ملی افغانستان بفرستد چقدر باور دارید که این فرمان رئیس جمهور باز هم رد نشود از طرف مجلسه که شما چند لحظه پیش مشخصات بیان کردین گفتین که 80 درصد نمایندگان بالاخره به با یقید هستند که دوباره باز هم نمیان به مجلس مخالفت های شخصی با هرک وجود دارد البته و یک تعداد دیگرشون در همانگی با هرک این فرمان را یا اون فرمان را رد, رد کرد چقدر باور دارید که این فرمان باز هم رد نشود وقت بحث باور باشه با توجه به شناخت با توجه به آنچه اینا از خود به اجرا گذاشته من اول باور ندارم که برنامه برای برگزاری انتخابات در نزد ارگ ریاست جمهوری وجود داشته باشه تلاش در جناح رقیبش در ریاست اجرای برای تحقق اصلاحات انتخاباتی هست اما او چنان جنبه مدارا و تحمل تلاش وجود دارد, بیشتر دارد که وجود ندارد او به قاطعیت اجرایی نمیرسه و من. نمی انجامه مسئله انتخابات بحرانی که پیش روی انتخابات است به این سادگی نیست که ما سرش بحث میکنیم که فکر میکنیم او فقط یک مشکل تکنیکی است یا یک مشکل حقوقی است که بعدی باید رفع شود و بعد ما میتونیم انتخابات برگزار بکنیم پس مشکل انتخابات افغانستان چی مشکل هست؟ انتخابات افغانستان مشکل سیاسی است ما دو تا نگاه بیشتر نداریم در افغانستان کنونی یک مراجعه به روندهای دموکراتیک احترام گذاشتن و اذعان کردن به های دموکراتیک برای تعیین سرنوشت سیاسی در افغانستان و ادامه یک زیست مسالمت آمیز در افغانستان و این تمام شهروندان افغانستان به عنوان خانه مشترکشان یک نگاه است بله اما این نگاه بیشتر آرزو هست، و آرزوی مردم افغانستان است، اراده مردم افغانستان هم هست و تا محقق شدنش بحران های جدی در پیش است. نگاه دوم نگاه دموکراسی ستیزی و تضعیف و آسیب پذیر کردن های دموکراتیک و نهادهای دموکراتیک است به پاس یک داییه هژمونیک و نگاه هژمونیک به مسئله انحصار قدرت سیاسی بحران اصلی است اونایی که در 13 سال گذشته در ارگ ریاس جمهوری بودند و اینایی که امروز در دوره حکومت وحدت ملی در ارگ ریاس جمهوری هستند اینا آبشکر فکریشان در قبال مسئله سرنوشت سیاسی یک نگاه هژمونی که تباری به مسئله انحصار قدرت است تا زمانی که این نگاه کنار گذاشته نشود و به مسئله اراده سیاسی مردم افغانستان و رفتن افغانستان به مسیری که در نتیجه روند مشارکت سیاسی مردم رقم بخورد تا به این اضان نشود. به سادگی بحران انتخابات در افغانستان جمع نمیشه چقدر باور دارید که این نگاه بالاخره به با این زودی ها تغییر کند و بیاین به طرف ما تلاش میکنیم میزان اه... فشار بیشتر ما, ما مردم است ما, زنب... ما, ما... ما مردم افغانستان ما به نوزان نمانه یکی از ریاست اجرایه ما مردم افغانستان ما نسل که شما متعلق شستین من متعلق شستم و جناب رشید هم متعلق هست. ما که فکر میکنیم به عنوان یک انسان و به یک شهروند حق داریم در تعیین سرنوشت خود سهم داشته باشیم اما توقعی از ریاست اجرایی اما, بحث ریاست اجرایی ما سرش صحبت میکنیم در پایان اما آنچه ارگیهای ما و انحصارگرایان قدرت به اجرا میگذاره هیچ آمادگی ما در اینا نمیبینیم. شما می پشت بازی جنگ و صلح افغانستان یک نگاه هژمونیک به قدرت است پشت مسئله مدیریت نهادهای امنیتی در دوره حکومت وحدت ملی و در دوره قبلی هم یک نگاه هژمونیک و انحصار قدرت سیاسی است پشت فرصتهای سیاسی کلان فرصت اقتصادی کلان یک نگاه انحصارگرایانه تیمی مافیایی در به اجرا گذاشته میشه همه اینا دست به دست هم دادن و نمیگذاره افغانستان به مسیری بره به مسیر صلح، ثبات، مدنیت، که دو همپذیری شکل بگیره او فرهنگ مدارا میان شهروندان افغانستان شکل بگیره این اشتباهی هست مشخص باز هم بر اون فرمان به اگر فرمان شده اگر فرمان صادر شود چقدر باور دارید که این بار شورای ملی افغانستان رو را پاس کند ما ب... شورای ملی که تجربه کردیم هیچ امیدی به اینا ندارم به خاطر که من میفهمم که آمدن اصلاحات انتخاباتی و زمینه رفتن به طرف برگزاری انتخابات پارلمانی به ضرر بیش از 80 درصد نمایندگان در درون پارلمان است کسانی که میفهمن این بار اگر کاندید کنن رای نمیگیرن یک مجموعه به این دلیل آسیب پذیر میکنه و مجموعه های دیگه به دلیل لابی های سیاسی و زد های سیاسی بحران انتخابات بحران سیاسی است افغانستان مردم افغانستان ثابت کردند که روندهای دموکراتیک را رو در 13 14 سال گذشته حمایت کرده میمانه بحث رهبران رهبران سیاسی افغانستان از هر قوم از هر زبان از هر ولایت از هر تبار که هستند در یک شرایط بسیار سخت قرار گرفتن باید از دو کار یکش بکنند یا انتخاب بکنند که به اراده سیاسی مردم افغانستان گردن بگذارند و احترام بکنه آنچه مردم افغانستان انتخاب میکنه یا آماده ای باشد که یک بحران دیگه در انتخابات در افغانستان ممکنه مسیر را به طرف ببره که سرنوشت اونایی که با اراده سیاسی مردم افغانستان بازی میکنه سرنوشت قذافی شود تشکر آقای رشید حالا بحران انتخابات افغانستان بحران سیاسی شده این بحران سیاسی چگونه باید حل شود در قدم نخست رهبران حکومت وحدت ملی اینها میتونن که بالاخره روزنه امید و بالاخره عملی ساختن متحدات خود خودشان فراهم سازند از تجربه ها و از اشتباهاتی که ما در جریان چند ما داشتیم از او بیاموزیم و بالاخره نگذاریم که باز هم با همین سرنوشت مواجه شویم فضا اعتماد با شکل بگیره نهادهایی که در قسمت صاحب صلاحیت و تصمیم هستند خوب است که با یک سلسله صحبت های صورت بگیره تا خدا نخست باز هم کار نکردن که بالاخره سرنوشت یک پروسه بسیار مهم و اساسی را در کشور این همه در حد یک آرزو است و خواست است این که عملی می شود یا خیر عمل کرده 16 ماه یا در حدود 16 ماه حکومت وحدت ملی چی نشان داد این خواست های عملی شده خب ما گفتم که اگر ما باز هم تکرار میکنیم و اشتباهات دقیقا باز هم میریم به طرفی که ما نباید بالاخره حرکت بکنیم ما بیاموزیم از موافقت و عدم موافقت تمام تمرینایی که اقدامات که صورت گرفته فرمان قبلا رد شد دوباره با سرمایه گذاری شده که فرمان با دوباره رد نشود چرا پارلمان رد کرد تشویش ها با و این بالاخره چیکاره با صورت بگیره که حداقل عمو تشویش ها نگرانی که موجود است به پاسخ داده بشه و این صرفا در حد صحبت ها و گفته ها نمیشه از لحاظ عملی و از لحاظ اقدامات رهبران حکومت ملی باید یک سلسله کار انجام بدن که واقعا برای مردم نشان که این اینها اراده دارن و تعهد دارن و از لحاظ عملی هم مصمم هستن که بالاخره کارهای خوبی را انجام بدن اما هنوز هم در حکومت وحدت ملی دو دیدگاه حاکم است حالا یکی دموکراسی یا نهادهای دموکراتیک را بالاخره نمیخواد و میخواد به از زنا زیر پوشش قرار بدهد و دیگر در سیاست اعلامیشان چون این چیز است فکر میکنید که بتانیم ما شما سرمایه گذاری بالای پارلمان کنیم که چند لحظه پیش آقای آشنا مشخصات شگاف کنها بالاخره این فرمان را تصویب کنند خب چند،, چند پیش ما یک سلسله جلسات را با هر دو کمپ قدرت داشتیم امروی مؤسسه دو مرسات جمهوری ما هم جلسه داشتیم اونها اطمینان دادن که بالاخره از نزدیک با ریاست اجرا کار میکنن با سر محکمه کار میکنن تا ای که واقعا زمینه عملی شدن فرمان بعدی را فراهم بکنن که دوباره با مو عین سرنوشت مواجه نشه اونها هم امیدوار بودن و بالاخره که بحث به نتیجه برسه و از اشتباهات گذشته یاد کردن بدون ما امیدوار هستیم که بالاخره این بحث این بار با جدیتش تعقیب شوه صرفا در حد مفرمان باقی نمانه و از لحاظ محتوای بیرون از حکومت هم کار صورت بگیره که موافقت این تضمین شود در غیر از این اگر ما باز هم میریم با عین نوش، طبیعتا که ما در بس اصلاحات انتخاباتی با ناکامی کلان مواجه میشیم و این ناکامی به خود رهبران حکومت وحدت ملی برمیخوره و اونها هستن که بالاخره در قسمت با سر ناکامی خود اعتراف بکنم و بردم بگه که ما متاسفانه نداشتیم چیزی که بسید برای مردم تحود داده بودیم و دو بس ناکام بالاخره برای به بر طرف یک یک روند دیگه که بالاخره یک نتیجه داشته باشه یا تا هنوز در افغانستان این فرهنگ نهادی نشده که ما بالاخره ناکامی خودمون رو بپذیریم ای کاش که ما قبل می برای خوب است که آغاز بکنن وقتی که یک نتیجه نداره باید بگن برای مردم اعتراف بگن که ما ناکام هستیم و نتونستیم که تحقیق عملی بسازیم آقای رشید و آقای آشنا از حضورتان در بحث ما بینید های عزیز تشکر از شما تا برنامه بعد شما را بر لایو بینیاد